اساسی ندارد، ما سعادت دیدار با شما رو داریم. سلامت باشید. این کارهایی که شما دارید میکنید یه رویکرد خیلی خوبیه و لازمه که مردم رو ما تربیت کنیم، آموزش بدیم، توسعه بدیم. همون کاری های دکتر مرادی کرده که 14 تا دختر رو منتفع کرده از آموزش، ولی صدها هزار و میلیون ها هزار دختری که امکانات آموزشی در روستاها ندارن و مجبور میشن همون تا دبستان بیشتر ادامه ندن. این هم به خاطر سیاست های غلط شماست که اون نابرابری ها رو به وجود آورد. حالا شما اصل بحث رو بگو. سوال اصل بحث رو میخوام سیاست همون غلط، اشراف زاده، نابرابر، همه اشتباه. ببینید شما اولا نباید سریع پاسخ بدید و توجیه کنید و یا بخندید یا هر کاری. ببینید شما پاسخ بدید چرا سند ازدواج که 14 سال رو زمینه اجرایی نمیشه، چیزی که قرار شد تا 2 سال حداقل خیلی ها رو پوشش بده. شما همه میدونید که نیمی از طلاق ها الان اون چند سال اول داره اتفاق میفته. شما به جای این که در واقع تمام توانتون رو بذارید تو تربیت مردم، بذارید دادخواهی همون خاندانگرایی مدیریتی که بر کشور ما حاکمه، همون فساد سیستمی که بر کشور ما حاکمه، همون در واقع ارثوری مدیریتی که همه یه جورایی در واقع داماد و عروس همدیگر رو به وصال میگیرید فقط به خاطر اینکه فقط حکومت کنید. شما اینا رو پاسخ بدید که چرا این سندایی که برای جوانان و خانواده هست اجرا نمیشه و به دنبال سندهای دیگه هستی؟ ممنونم. اجازه بفرمایید خانم بچه‌ام فرصت پاسخ داشته باشن، چون من زمان کارگاه‌های شما جسارتاً خانم بچه ارتباط از شما هم خواهش می‌کنم بزرگواری بفرمایید در پاسخاتون بسیار خلاصه‌گویی بفرمایید. کارگاه‌های دوستان برای ما اهمیتی در یک شو داره و ان شاءالله پاسخ داشته باشیم. این کارگاه‌ها درسته برای ما اولاً ما تشنه یادگیری هستیم که اینجا هستیم. ما این مردم رو از زیر بارون میاریم، خشکشون میکنیم تو کلاس‌های آموزشیمون، بعد دوباره میذاریم تو این محیط بارانزا. ما میگیم تا محیط هم درست نشه و این تعامل دو طرفه نباشه هیچ سعادتی اتفاق نمیفته. که شما احتمالاً نه شناخت داری نه میدونی که نوع تعامل و رفتار ما چیه. سال 1376 ما نشست‌های با تشکل‌ها و حضور در مردم رو تا به امروز داشتیم. من افتخار می‌کنم که یکی از اون کردها و سیاست‌های دولت‌هایی که بودم یا اونجایی که نماینده مردم در شورای شهر بودم این بوده که اتفاقاً در بین مردم بودیم، با روستایی، با زندانی. ما تو این دوره این که می‌فرمایید اشرافزادگی من در اینه که 15 زندان رو از نزدیک چهره به چهره با هزاران زن زندانی نشستم و گفتگو کردم. این اشرافزادگی من. خیلی عالی. افتخار می‌کنم که تا الان 45 روستا رو وظیفه‌مه، ولی شما قضاوت هاتون رو اصلا واقعیت ها45 روستا رو رفتیم باز از نزدیک که ببینید این تعامل چقدر شعاره، چقدرش عملیاته، چقدرش واقعاً تو روستا واقعاً داره اتفاقی میفته و زن روستایی داره زندگیش تغییر میکنه. سازمان‌های مردم‌نهادی که ما کار کردن میدونن اینها اشرافزادگی ماست که تو روستاها بریم با روستاییان کار بکنیم. اشرافزادگی ما اینه که با سازمان‌های افتخار من اینه که از خانواده ای اومدم که سازمان مردم نهاد تشکیل داده و داره و مادر من با 84 سال سن 40 ساله که شب و روز نداره جز برای یتیم و سازمان مردم نهاد. افتخار میکنم که از سازمان مردم نهاد این اشرافزادگی است. این اشرافزادگی اینه. افتخار میکنم که در کنار فعالیت‌های دولتی سازمان‌های مردم نهاد رو هم خودم درش حضور داشتم، هم حمایت کردم چون اعتقاد داریم به سازمان‌های گلمنی.ir